شب نظامیان شیعه و سربازان عراقی روز گذشته نواحی قادسیه را مورد هدف قرار دادند. تصرف مجدد تکرید به عنوان یک گام مهم به سوی شکست و قبراندن گروه‌های تندرو دیده می‌شود که بسیاری از نقاط شمال و غرب عراق را تحت کنترل درآورده‌اند. یکی از علمای دینی منطقه گفت این گروه قادر به پیشروی به سوی اهداف خود برای آزاد ساختن تمام مناطق صلاح الدین از شر گروه دولت اسلامی بوده که این کشور را تخریب کرده است. تکرید مرکز ولایت صلاح الدین بر کنار رود دجله حدود 130 کیلومتر در شمال بغداد واقع است. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در مورد محاصره تکرید ابراز داشت. هدف نیروهای عراقی رسیدن به محله صنعتی است. این نیروها توانستند به ساحات الدیوم و الهیکل برسند اما نتوانستند به حومه محله صنعتی دست یابند به سبب نشانزن‌ها و بم‌های زیادی که در راه تعبیه شده بودند. از نگاه نظامی نیروهای ما کاملا تکرید را محاصره کرده است و فرماندهان نظامی به خاطر جلوگیری از تخریب وسیع و تحمیل تلفات ملکی لازم دیدند تا انتظار بکشند و شهر را در محاصره نگه دارند. در همین حال شورای امنیت منطقه کردستان اعلامیه‌ای را بر روز شنبه منتشر کرد که در آن ادعا کرده است که در حمله انتحاری ماه جنوری در شمال عراق گاز کلورین مورد استفاده قرار گرفته بود. در این اعلامیه گفته شده که تجزیه و تحلیل لابراتواری آثار کلورین را در یک نقطه‌ای که حمله به یک جاده میان شهر موصل و مرز سوریه صورت گرفته تثبیت کرده است. این ادعای حکومت خود مختار کردستان از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. گاز کلورین یک ماده عامل خفقان است که بر اساس کنوانسیون سال 1997 از جمله سلاح‌های کیمیایی ممنوعه می باشد. لیلما حبیب عزیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.